تست هوش فریبرز، تست هوش آوردم برات. باری کلا فریبرز، تست هوش قبلی رو خیلی ناز بودم. فریبرز خیلی جوان بود، من خیلی خام بودم و میتونین از اینجا بریم ببینین. خیلی ریلکس بودیم، هم من هم فریبرز، زیادی داد نمیزدیم، اصلا هیچکس حرفی نمیزد. ولی تو این تست انرژیمون بیشتره و همچنان از ویدیوامون پول در نمیاریم چون هنوز مانیتایز نشدیم. ولی هیچی از ارزش ما هیچ لطفاً لایک کنید و اگر جدید هستید سابسکرایب کنید، زنگوله کانال فالو بکنید، اینستاگرام منو تو دیسکریپشن فالو بکنید و جوین دیسکورد دیسکورد بشید. این کارا رو بکنید خیلی خوشحال میشم. مرسی. تست هوش کدام گزینه زنده میماند؟ شیره، این شیره فریبرز، این شیره واسه چی زنده نیست؟ مانیتایز نشدیم، یه خورده مغزم درگیره. این چیه؟ خرسه؟ مادافک. یه خانوم فاحشه، یه مرتی که هیز که دارن از روی یک چیزی عبور میکنن برای اینکه از دست این ببر نجات پیدا بکنن. سوال میپرسه، میگه کدام گزینه زنده میمونه؟ این زنی که پاش بخوره به دست این مرده، مرتی که هیز پوفیوس که داره به اونجای زنه نگاه میکنه، پشماش میریزه، دستاش باز میشه و میمیره. آیا احتمالش وجود داره؟ گزینه ای زنده میمونه. مادافک. چون بالریناکار هستش. از اون دختر هست که بالرین اسمشو نمیدونم چیه فریدو. اول از همه سوالی که اینجا مطرح میشه، این بچه 10 ساله رفته با اینا از اون کار بیتربیتی خاک بستری؟ این بچه پوفیوز دو سانتی این از اون کارا کرده؟ هنگر تا چون؟ این بچه 10 ساله جوراب نداره و سمت راست لنگ جوراب سمت پای چپش افتاده تو خونه. مشخصا این گزینه بیخیانت کرده. ولی خانوم محترم، جدا تو اینقدر فتیش پسرای جوون داری که با پسر 10 ساله آخه خیانت میکنی؟ گزینه بیخیانت کرده. چرا؟ چون لنگ جورابش به عنوان مزرک کاملا مشه خفه شد. واقعا متاسفم، یه پسر 10 ساله با یک زنی که 40 ساله از اون کسافت. خب میگه کدوم کرونا داره ها؟ با اینا که هیچ کدوم کرونا نداره، هر دو فاحشن. این زنی که سمت راست که گزینه بیه شنگولی منگولی خورده رفته فضا، خاک بر سرت، ما حرام. ولی سمت چپی چیزی نخورده، مردم پشماش ریخت. گزینه ای از اون بیماری که نباید اسمشو ببرم داره، تب داره و قرمزهایی در بخشهای مختلفی از بدنش مشخصه. هی قرمزهایی از بدنش مشخصه به این معنا نیست که اون زنی که فایتر کدام گزینه احمقش؟ بچهش گذاشت رو گاز. گزینه بی، زنی که بچهش گذاشت رو وایستا 60 ثانیه فرصت داریم. استرس منو گرفت. من میگم ای احمقه. نه بی احمقه. لباس حموم تنشه و مثل اینکه بچهش گذاشته اینجا و رفته حموم برگشته. تو احمقی، خاک تو سرت، بریم. گزینه ای، خاک تو سرت. بچه داره نزدیک شعله گاز میشه و مادرش پشت به بچه مشغولش صحبت کردن با تلفنه. گزینه بی، کودک داره فقط نگاه میکنه و با احتیاط یک دستش رو به پنجره گرفته. خفه شو. چه کسی مرده است؟ و همه که زنده است. فریبرز اینا هم از تو کسخلترم، میدونی؟ چون؟ ای که مشخصا خدا بده برکت، خیلی زنده است، شادابه. گزینه بی هم که خانم داره غذا میخوره، کاری نداره. گزینه سی شبی زامبیاز، یه تلفن دستشه. گزینه دی هم داره کتابا رو میخونه. آها، گزینه سی پاش یه زخم داره. خب شانسکی میگیم سی مرده. گزینه سی چون رنگ و ایناش مشخصه و بله بازم درست گفتم. باریکالا کدام گزینه زنده است؟ ای زنده است، بی زنده است، سی زنده است. خیلی خوب. ای زنده نیست چون پاش از اون کثافتا داره. سی هم زنده نیست چون پاش از اون کثافتا داره. بی زنده است چون پاش از اونا نداره. استدلال مزخرفی بود میدونم، ولی خب به هر حال گزینه‌های زیادی مطرح نبود. گزینه بی چون پاش تکون خورد و خیلی هم تابلو پاهاش تکون خورد؟ فری با تو دیده پاهاش تکون بخوره؟ او مای دیر لورد گاد، قاتل کی مرده؟ آها اون مرده، خدا رحمتت کنه. داد آها 20 ثانیه فرصت داریم. وایسا نم 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 کی مرده؟ کی کرده؟ آها قاتل این مرتیکه است. این مرتیکه چون لباس دستشه، یعنی لباس رو از اینجا خریده. آره همین، این قاتله. اون شخصی هستش که دستش رو بسته. همین؟ هیچی دلیل نداره چرا دستشو بسته، چرا اونی که دستشو بسته کشته مرتیک پوفیوز. من خودم میخوام جواب بدم، 10 ساعت حرف میزنم، این چه وضع جواب ده؟ یعنی این چه ربطی داره مرتیک کرخ؟
معمای فرار از دست حشر. شما داخل خانه یک حشره شناس دیوانه گیر افتادید ماریکلا، که کارش را خوب بلد است. ماریکلا خیلی خوب کارش را خوب بلد است. او سه راه خروج پیش روی شما گذاشته. چرا یک حشره کش بر راه خروج واسه من چه خبر اینجا؟ اما هر کدام از آنها یک جور تله است. عنکبوت‌های زهرآگین و سمی در در سمت چپ وجود دارد. ده ها سوسک آلوده به یک بیماری خطرناک که تقریبا واکسنی برای آن وجود ندارد. ماریکلا ماریکلا صدها زنبور نیشدار. اصلا چرا باید از اون درا عبور بکنی؟ کرم که نمیتونه نیش بزنه، میتونه فریبورد؟ اگه بتونه که خیلی عجیب میشه. اصلا کرم حشره است؟ پاسخ با انتخاب در دوم میشه دیگه. آره میشه، به خاطر اینکه خیلی راحت میشه با کفش سوسکا رو زیر پا له کرد. اصلا یک سوال قربونت برم، اصلا سوسک برای چی نیش بزنه؟ سوسک مگه میتونه نیش بزنه؟ میدونی احتمال نیستن سوسک چقدره؟ احتمالش اینه که یه روزی فریبرز منو چک بزنه. در این حد احتمالش ممکنه. مگه نه فریبرز؟ تو میتونی منو چک بزنی قربونت برم؟ میتونی؟ میتونی؟ نه نمیتونی کسافت. کدام گزینه احمق است؟ کدام گزینه احمقه؟ ای احمقه که با اون قیافه تخمی اون وزنه رو بلند کرده، یا این بی احمقه که با اینکه خیلی قیافش تخمیه بازم داره کیک میخوره؟ خب کی احمق داره؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم احمق نیست. تمام شد. هیچ کی. اون داره میخوره، این داره میده، این داره میخوره. که اتفاقی نیفتاده که گزینه بی احمقه. من نخفم خداوکیل، نخفم نیستم. خدای من توی این مملکت دارم تلف میشم، حتی پولم در نمیارم. ای خدا برسه این روز برسه من مانیتایز بشم. جایزه 2 تا 50 هزار تومان بود که واریز شد. مرکی که پدرسک، چرا زودتر نگفتی من شرکت کنم؟ دزد بستی چه کسی است؟ این پیرسگ خیلی مشکوکه. چون امکان نداره، یعنی اگه بستی نباشه احتمالاً شوشور مشولشه که ممکن نیست. الله اکبر. اگه درازا رو در نظر نگیریم چه طول چرا نمیشه؟ امکان نداره. اون بوسیه. این پوفیوز خیلی خیلی به نظر از اون پوفیوزای مملکت این دزده. پسر بچه بود. نه فریبرز نه. بذار ادامهشو بخونیم. ارزششو داره. باید ادامهشو بخونیم. چه وسط روزنامه پنهان کرده بود. خیلی خوب. اگر پسر بچه‌ست که وسط روزنامه پنهانش کرده، این چیه و این چیه؟ این مرده، یعنی این اونشه؟ ممکن نیست. یعنی این اونش باشه ممکن نیست. خانم حاج خانم چرا دووم آورده با این چیزه؟ این خیلی چیزه. این طلاق بگیر. این چیه؟ امیدوارم از این تستای فوق العاده فاحشه کننده لذت برده باشید. و اگر لذت بردید تو کامنت بگید که ما پارت سومشو بذارم. چون پارت قبلیش تو دیسکریپشن حتما برید سر بزنید. ولی تو پارت قبلی خیلی بچه مؤدبی بودم، خیلی سربزی، خیلی مؤدب، خیلی آروم و سرزنده و با فریبرز مهربون تر بودم. ولی خب الان یه خورده به بلوغ رسیدم. میدونی چی میگم؟ حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید اگر جدی هستید، گوگل چنل رو فالو بکنید و اینستاگرام من رو فالو بکنید. امیدوارم همین امروز فردا من مانیتایز بشم. بابا مانیتایز شو چنل بیت پدر سوخته. کی مانیتایز میشیم؟ یک روزی این افسانه به حقیقت پی میبره. و تا ویدیو بعدی که امیدوارم از ویدیو بعدی پول در بیاریم، خدا نگهدار شما. بای بای.